دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید توی جلسه قبل ما یک چند جمله درجه دو رو تعیین علامت کردیم و دیدیم که علامت این چند جمله بین ریشه ها با خارج از ریشه ها متفاوته بعد برامون این سوال پیش اومد که آیا همیشه چند جمله های درجه دو دارای دو تا ریشه هستن که علامتشون بین این دو تا ریشه با خارج از این دو تا ریشه فرق بکنه بعد گفتیم برای جواب دادن به این سوال لازمه که یه مروری بکنیم از نحوه حل چند جمله های درجه دو برای اینکه نحوه حلشون رو ما مرور بکنیم اول از همه باید بگم که مرسوم ترین روش حل چند جمله های درجه دو معمولا تبدیلشون کردن به مربع کامل حالا برای این حل باید یک پرانتز بزرگ و قدیمی باز بکنم و اون یه اتحاد بود به این صورت اتحاد x به اضافه m به توان دو برابر بود با x دو به اضافه m دو به اضافه دو mx حالا ما برای حل این چند جمله درجه دو باید تلاش کنیم جملات این اتحاد رو بسازیم بچه ها توی چند جمله حالا چجوری؟ اول من برای اینکه شکل Y رو ساده تر بکنم از یه A فاکتور میگیرم میشه X2 به اضافه B به روی A زبدر در X به اضافه C بچه ها این براکت دو تا از سه تا جمله اتحادمون رو داره یکی جمله X2 رو داره اینجا داره و یکی جمله ب آ هم که متناظر با دو ام حالا کاری که ما باید بکنیم اینه که اولا امو او پیدا بکنی و بعد بسازیمش تو این براکت خب بچه چه جوری ام پیدا میکنیم میگیم بچه ها اینجا به آم ایکس برابر به آم ببخش برابر با دو ام. در نتیجه ام برابر با ب به روی دو آه و در نتیجه M2 برابر ب 2 تقسیم بر 4 آه خب حالا من اگر این جمله رو به براکت اضافه کنم این اتحاد رو به تو دل این چند جمله ایمون ساختم. خب اضافه می کنم. کاری نداره که میگم که پس Y میشه آ. x2 به اضافه b اوم x به اضافه b دو به اضافه 4 الان یکی از شما به من میگید اه اه سب کن ببینم تو همینجوری یه جمله به ایگرگ اضافه کردی تو که الان کلا ایگرگ رو عوض کردی میگم اصلا نگران نباش این جمله ای که برای ساختن اتحاد اضافه کردم دوباره کم میکنم که در واقع y عوض نشه من فقط بتونم جمله سوم اتحاد رو ایجاد کرده باشم حالا میگین چه کاری اضافه میکنه بعد کم میکنه بهتون نشون میدم کار خوبیه بچه پس در نتیجه این سه جمله اتحادمون ایجاد شد پس ایگرگ به این صورت در میاد بچه آ زب داره. ایکس به اضافه ب به روی دو آ به توان دو چرا به به روی دو آ چون به دست آوردم اممون برابر به به روی دو آ خیلی بد خط به دست آوردم منهای به دو به روی چهار آ دو به اضافه C. خب من میتونم این جمله به دو به روی چهار آدا هم از براکت بکشم بیرون چون یه آداره زب در یه آ میکشه میشه قبل از که از براکت بیاد بیرون پس هنچه ایگرگ میشه آ براکت ایکس به اضافه ب به روی دو آ به توان دو به اضافه سه منهای ب دو به روی چهار آ خب بچه از این دوتا جمله هم این مخرج مشترک میگیرم میشه ایگرگ برابر با آ x به اضافه b به روی دو a به توان دو به اضافه چهار آ چهار a سه منهای b دو در صورت بچه من دستم درد گرفت انقدر a a و b دو نوشتم حالا دست یه آدم های قبل از من هم درد گرفته بوده که به این نتیجه رسیدم بابا بیایم این نوشتنها رو راحت بکنیم چجوری راحت ترش کردن؟ اینکه اسم عبارت به دو منهای چهار آسر رو گذاشتن دلتا خب حالا ببینید واقعا راحت تر شد واقعا جای تقدیر داره از تلاشی که کردن برابر این ایگرگ به این صورت در میاد ایگرگ برابر با آ X به اضافه B به روی دو آ به توان دو منهای دلتا به روی چهار آ خب بچه من یه ادعای اینجا میکنم میگم نه تنها حالا که y رو به این صورت در آوردیم راحت تر میتونیم ریشه هاشو پیدا کنیم بلکه خیلی سر هم میتونیم تعیین علامتش بکنیم این ادعا هم در سه حالت مختلف دلتا ثابت میکنم حالت اولی که ثابت میکنم حالتیه که یک دلتا برابر صفر باشه آنگاه ایگرگ برابر میشه با آ x به اضافه ب به روی دو به توان دو کل این وقتی که دلتا برابر صفر باشه کل این عبارت صفر میشه بچه خب تعیین علامت این y که دیگه بچه ها خیلی راحت چرا؟ چون میگم بچه ها ببینید، وقتی که ما یک عبارتی به توان دو میرسید همیشه بزرگتر مساوی صفر اینجا هم به ازای ریشه این پرانتز که x برابر ما منفی B به روی دو این پرانتز صفر میشه و به ازای تمام مقادیر دیگه x مثبت میشه پس در این حالت علامت a خیلی مهمه توی تعیین علامت y ببینید وقتی که a مثبت باشه یعنی من این اسمش رو بزنم حالت یک, یک یک یعنی وقتی که دلتا صفر بود ایگرگمون به این حالت در اومد و حالا در این حالت که دلتا صفر بود حالت یکی یکمون میشه وقتی که آ سه بزرگ مثبت باشه در این حالت بچه ها در این حالت یه عدد مثبت ضرب در یه پرانتز مثبت میشه پس ایگرگ همیشه بزرگ در مساوی صفر حالت یک دومون بچه ها اینه که آ کوچکتر از صفر باشه یعنی آ منفی باشه در این حالت یک عدد منفی ضبط در یه پرانتز مثبت میشه که ایگرگ رو بسازه پس در نتیجه منفی ضرب در مثبت منفی پس همیشه ایگرگ کوچکتر مساوی صفر خب من روی نمودارم این چیزایی که اینجا نوشتم و بهتون نشون میدم بچه ها. من دوست دارم نمودارم همیشه محور مخت... مختصاتش سفید باشه. نمیدونم چون شاید چون یاد تخت سیاه های مدرسه میندازم <تصفح> ببخشید بچه ها من صدا هم گرفت انقدر هیجان داشتین درس برای من خب ریشمون گفتیم ریشمون منفی ب به روی دعاه و وقتی که منفی ب به روی دعا ریشمونه یعنی x با منفی ب به روی دعا ایگرگمون صفر میشه حالا تو حالت حالتی یکی یک یک <تصفح> مذارت میخوام بچه ها که آ بزرگتر از صفره و ب به روی دعا مثبت تر نشه ریشمون که منفیه به روی دعای منفیه ریشمون رو من میگم یه جای اینجا درسته بچه ها؟ خب ولی گفتیم تو این حالت آمون مثبته پس همیشه ایگرگم بزرگتر مساوی صفره پس ایگرگمون به این صورت در میاد واقعا جا داره منو به خاطر این سهمیه قشنگم تشویق بکنید بچه ها. این حالت یکیه یک مونه که دلتا مساوی صفر و آ بزرگتر از صفر خب حالت بعدیمون این بود که آ منفی باشه وقتی که آ منفی باشه ب به روی دو آ منفیه و در نشه ریشمون که منفیه ب به روی دو آه مصدی عدد مثبت میشه اینجا ولی گفتیم که وقتی که آ منفی باشه ایگرگ هم همیشه کوچکتر مساوی صفره پس نمودارمون بچه ها به این حالت در میاد این شد نمودار حالت یک دومون که دلتا برابر صفر و آ کوچکتر از صفر حالا من تای... جدول تعیین علامتم می کشم بچه برای حالت یک یک و حالت دو دو این جدول تعیین علامت یکی از حالت ها این جدول تعیین علامت حالت دو حالت اول بچه حالت اول که ایکس مثبت بود ببخشید که آ مثبت بود وقتی که دلتا صفر بود به این صورت در مند. که به ازای منفی ب به روی دو آ، که ریشه بود ایگرک صفر بود و به ازای بقیه موارد مثبت بود این جدولمون برای حالت یک یک بچه ها. جدول حالت یک یک حالا جدول حالت یک دو به این صورت میشه که یعنی آ وقتی که یک دو منظورم وقتی که دلتا صفر و آ منفیه به ازای ایکس های مختلف علامت y به این شد. x رو بعد اینجا بنویسم علامت y به این صورت شد. که وقتی که x برابر منفی b به روی 2 y مون صفره و به ازای ما بقیه x ها y مون همیشه منفیه. دیدید که چه جدول چه حلمون اینجا چه نمودارمون چه در جدول تعیین علامت هر سه یک سخن رو دارم به طرق مختلف میگن خب بچه این تعیین علامت چند های درجه دو وقتی که دلتا صفره اما دو حالت دیگه دلتا یعنی دلتای منفی و مثبت رو هم باید تعیین عدامت بکنیم که این کار رو تو جلسه بد میکنیم مرسی که تو این جلسه با من بودید فعلا خدافز